سلام به همه بچه های گل انسانی، خوشحالم که در آکادمی تخصصی انسانی فرصتی شد که با هم یه کار متفاوت و خیلی خوب داشته باشیم. قرار فلسفه و منطق رو با یه بیان و روایت متفاوتی پیش ببریم، کلی مطلب متفاوت، بیان متفاوت، تست متفاوت میخوایم با هم پیش ببریم. در نهایت میبینیم بعد از این کلاس ها هیچ نکته مبهمی چه برای امتحانات و چه برای کنکور دیگه باقی نمیمونه. در چند قدم با هم دیگه همراه میشیم، اول کلیت مطلب رو با هم متوجه میشیم، بعد قدم به قدم هر درس رو خورد میکنیم و در نهایت هم با تستای جنبندی و تستایی که آخر هر درس میزنیم میبینیم کامل فرایند درس رو تونستیم پوشش بدیم. پس فقط همراهی شما رو میخواد، دقت شما رو میخواد که توی این فضای کلاس در این دقایقی که با هم همراهیم با دقت نظر با کلاس همراه بشید، پیش بریم و کلی اتفاقات متفاوت داشته باشیم. فلسفه دوم سه تا بخش داره. بخش اولش چون شروع کار ماست، نوشته واقعیت و هستی در بخش اول ما میخوایم پیش ببریم. در بخش اول اصطلاحا بخوام اینو ترجمهش کنم، میخوایم اصطلاحات و مبانی فلسفه رو با هم ببریم جلو. میگه توی که میخوای وارد فلسفه بشی باید بدونی که یه سری اصطلاحات تو کتابای ابن سینا، تو کتابای ملا صدرا، تو کتابای حتی دکارت، هیوم و و الی آخر که با هم دیگه قدم به قدم آشنا میشیم، باید یه سری اصطلاحات رو بلد باشی. تا وقتی این اصطلاحات رو بلد نباشی وارد کتب فلسفی بشی، وقتی بهت بگی وجود و ماهیت، بهت بگی ممکن الوجود، بگی واجب الوجود، بگی سنخیت، بگی ضرورت، خب سر در نمیاری. و حتی بعضیاش اصطلاحاتی متفاوت از اصطلاحاتی که ما توی روزمره داریم داره تو فلسفه. برای همین میگه تو بخش اول من میام تو چند تا درس، اصلا تو چهار تا درس قدم به قدم با همین مبانی رو میبریم جلو و کلی اتفاقات متفاوت و کلی مطالب و کلی اصطلاح با هم یاد میگیریم که وقتی رفتی کتاب ابن سینا رو ورق زدی، وقتی رفتی کتاب ملا صدرا، کانت و فلاسفه رو ورق زدی، این اصطلاحات رو بلد باشی. پس بخش اول کلن در چهار تا درس میخواد ما رو توی این ماجرا ببره. در درس اول نگاه کن، قرار بحث وجود و ماهیت رو با هم بررسی بکنیم. قرار بحث وجود و ماهیت با این تیترها. خب حالا روال کارمون چیه؟ روال کارمون رو دقت کن، ما قرار هر درس رو تقسیم کنیم. اول من بنا به این تیترها با شما اصطلاحات و مطالب رو به طور کلی میگم. در قدم دوم با هم دیگه میریم روی کنکاش از متن، دقیق تمام مطالبی که گفتیم و حالا میخواییم با اصطلاحات و واژگان کتابی آشنا بشیم، حالا میخواییم با همدیگه بازشون کنیم و کلمه به کلمه با هم بررسی کنیم و در قدم بعدی تستاشو با هم کار کنیم. پس ببین کامل دیگه جریان رو با هم میبندیم. اول میریم کلیات درس رو با هم من توضیح میدم، شما گوش میدی، بعد میریم مطالب رو قشنگ با هم دیگه کنکاش از متن قدم به قدم ریز به ریز خطوط رو و متن رو با هم دیگه کار میکنیم. در قدم سوم که با هم دیگه تستاشو میبندیم. برای همین درس کاملا پوشش داده میشه و دیگه حرفی باقی نمیمونه. خب بیا بریم ببینیم چه باید بکنیم. درس اول هستی و چیستیه. ببین قراره در درس اول به ما بگی که ما قراره تو این درس هم وجود و ماهیت یه سری چیزا یاد بگیریم. اول از همه باید بدونی اصلا وجود و ماهیت چیه. وجود و ماهیت، وجود یعنی هستی یعنی وجود، چیستی همون ماهیت خودمون، یعنی عملا وقتی ما تو کتب فلسفه میگه وجود یعنی بودن یه چیزی. الان بودن این تلویزیون میشه وجودش، بودن این پرچم میشه وجودش، بودن من و شما میشه وجودمون. پس وجود بحث از هستی و بحث از وجود در واقع بودن یک چیزه. وقتی حرف از چیستی یا ماهیت میزنیم یعنی چی بودنش. وقتی الان من میگم الان این قلم، پرچم، تلویزیون، انسان، دیوار، کتاب، تابلو، اینا میشه ماهیت. چی بودن میشه ماهیت. فلسفه میگه اول از همه تو برو معنیش رو یاد بگیر. بدون وجود معنیش یعنی بودن، ماهیت معنیش یعنی چی بودن. خب حالا من و شما تا الان شاید خیلی به این موضوع فکر نکردیم که آقا وجود و ماهیت همین چیز ساده‌ای که یعنی بودن و چی بودن، باید بریم تو دلش و اینو تحلیلش بکنیم بررسی. چرا؟ چون ما فیلسوف نیستیم. کار فیلسوف بررسی و تبیین این مسائله. کار فیلسوف بررسی و تبیین این مسائله. میگه خب حالا که معنیشو فهمیدی، فهمیدی وجود چیه،
ماهیت چیه. حالا میخوایم قدم به قدم وارد یک بحث فلسفی بشیم به اسم مغایرت وجود و ماهیت. مغایرت وجود و ماهیت به چه معنیه؟ به این معنی که آقا میخوایم بررسی کنیم وجود و ماهیت آیا با همدیگه اختلاف، جدایی و تفکیکی دارند یا ندارند. خوب دقت کن، مغایرت یعنی جدایی، یعنی تفکیک. یه سری اصطلاحات داریم، مغایرت، زیادت و تفکیک، اینا مترادفن، حواست به اینا باشه. حالا میخوایم بریم مغایرت وجود و ماهیت رو بررسی کنیم. فلاسفه چی میگن؟ فلاسفه میگن ما در قدم اول، در قدم اول باید بفهمیم آیا در جهان وجودی جریان دارد یا ندارد. اگر دقت کنید اینجا نوشتیم قدم اول اینه که اصلا باید با هم بررسی کنیم که آیا در جهان وجودی جریان دارد یا ندارد. خب بله، خیلی از صوفیسا معتقدن جهان همش خواب و خیاله و اصلا ما وجودی نداریم، جهان پر از در واقع تخیلات، جهان همش خواب و خیاله، وجودی ما در کارمون نیست. خب اگر نگاهمون اونه پس اصلا دیگه به گام‌های بعدی نمیشه، اصلا بس فلسفی نمیشه. فلاسفه معتقدن نه، ما قدم اول باید بپذیریم که وجودی جریان دارد و به اصطلاح میگیم اصل واقعیتی هست، یعنی به وجود موجودات اذعان کنیم، بپذیریم. خب این قدم اول، پس ما میدیم موجودات هستن. حالا با سوالاتی مثل این چیست و آن چیست میریم و ماهیتشون رو بررسی کنم. وقتی من میگم این چیست، میگم پرچم، این چیست لباس، آن چیست انسان، آن چیست دیوار، اینجا دیگه پذیرفتم که یک چیزهایی وجود دارن و با این چیست و آن چیست میرم توی در واقع تشخیص ماهیتشون که بنا به سنین مختلف. بچه میپرسه این چیز، میگیم توپ، اسباب بازی، شاید در سنین بالاتر این چیز و آن چیزها فرق کنه. حالا خوب به من دقت کن، خوب دقت کن. فلاسفه میگن داستان از اینجا شروع میشه. ما قراره در قدم اول که خب با هم تهی کردیم، دیدیم ما جزء دسته صوفیستا نیستیم، ما فیلسوف هستیم و فیلسوفا وجود جهان و بودن و وجود رو قبول دارن. پس این قدم اول. قدم دوم هم که ماهیت ها رو پذیرفتیم، فهمیدیم بله در زندگیمون با این چیست و آن چیست دنبال ماهیتیم، اینم که در قدم دوم. حالا در قدم سه و چهار فلاسفه میخوان برن دنبال این که ببینن بین وجود و ماهیت اختلاف و جدایی هست یا نیست. میشه اصطلاحا همین چیزی که میگیم مغایرت وجود و ماهیت. حالا فلاسفه میگن ما معتقدیم بین وجود و ماهیت، خیلی به زبان ساده دارم بهتون میگم، بین وجود و ماهیت در عالم بیرون مغایرتی نیست. یعنی وجود و ماهیت در عالم بیرون به هم چسبیدن، اصطلاحاً زبون ساده، ولی در عالم ذهن ما معتقدیم اینا از هم جداً، که میشه مغایرت وجود و ماهیت. حالا نکته چیه؟ نکته اینه که بحث اصلیمون اینه، دلیل آوردنش مهمه، حرف زدن که مهم نیست. الان من ممکنه هزار یک ادعا بکنم، فیلسوف کسیه که حرفی که میزنه با دلیل و مدرک و برهان بزنه دیگه، باید دلیل بیاره. فلاسفه میگن ما معتقدیم در قدم سه و چهار اینا رو مطرح میکنن و ما معتقدیم بین وجود و ماهیت در عالم بیرون مغایرتی نیست. چرا؟ دلیل دارن. دلیلش اینه که من به شما میگم از الان کارت شروع میشه، یه روز، دو روز، ده روز، هر چقدر که زمان میخوای بیا با هم طی کنیم، من بهت میگم برو در عالم بیرون از اتاق خونتون، کوچه، خیابون، کل کشور، کل جهان بگرد، ببین وجودی پیدا میکنی که ماهیت نداشته باشه یا ماهیتی پیدا میکنی که وجود نداشته باشه؟ هرگز. بعضیا میگن آقا ما پیدا کردیم دیو. میگم خب دیو که در عالم بیرونی، تو خونتون دیدی، تو کوچه‌تون دیدی، دیو یه چیز تخیلیه، یه چیز ذهنیه، خدا مثلا فلان، این مثال این مناسبی نیست. در عالم بیرون میز خب هم وجود داره هم ماهیت، لیوان هم وجود داره هم ماهیت، گلدون هم وجود داره هم ماهیت، لباس، انسان و اول دیگه هر چیزی که دوست داری تو خونتون و دور و برت میبینی، میبینی هم وجود داره، یعنی هست، هم خیلی خیلی ساده خب بهش میگی گل، چیستیش مشخصه، بهش میگی مداد، بهش میگی دیوار، بهش میگی لباس و الاخر. پس فلاسفه اینجا بحثو میبندن که پس ما یکی از دستاوردهایی که بگیم بین وجود و ماهیت در عالم بیرون مغایرتی نیست، اینم دلیلش، ببندیم بذاریم کنار. خب از اون مهمتر اینه که ما معتقدیم بین وجود و ماهیت در عالم ذهن اتفاقا مغایرت هست، اتفاقا مغایرت هست.
حالا دلیلمون چیه؟ اینجا کتاب یه دلیل آورده، ولی ما به طور کل دلایل دیگه ای داریم و این دلایل به طور ضمنی تو تستا میاد. برای همین من با همدیگه میخوایم اینو با همدیگه کار کنیم. دلیل اول، خوب دقت کن. دلیل اول فلاسفه میگن ببین ما یه چیزی داریم به اسم تخیلات. تخیلات چیزهایی که نشون میده بین وجود و ماهیت مغایرت هست. چرا؟ به خاطر اینکه تو توی ذهنت میتونی یک کیسه پر از پول رو تجسم کنی، تخیل کنی، ولی وجود پیدا نمیکنه. ماشین مورد علاقت، شغل مورد علاقت، آینده مورد علاقت رو تجسم کنی، تخیل کنی، ولی محقق نمیشه، وجود پیدا نمیکنه. وجود تخیلات و رؤیاها نشون میده که تو تونستی به چیزی در ذهنت ماهیت بدهی ولی الزاماً وجود ندی. پس این خودش بهترین دلیل و ساده ترین دلیل و دم دستی ترین دلیل برای اینکه ثابت کنه بین وجود و ماهیت مغایرت هست، چون ما در ذهنمون تونستیم با یک تخیل به چیزی ماهیت بدیم ولی الزاماً وجود ندیم. این یک. دلیل دوم، اینا دیگه یه مقدار فلسفی تر میشه، خوب دقت کن. ما میایم میگیم یه جمله‌ای رو من می‌نویسم، می‌نویسم انسان جسم است. خب میگم خب نظرم عوض شد، میخوام بنویسم انسان موجود است. خب وقتی تو می‌نویسی انسان جسم است و وقتی می‌نویسی انسان موجود است، تو یه جا داری از ماهیت استفاده میکنی، تو یه جا داری از وجود استفاده میکنی. ببین تفاوت این دوتا جمله تو چیه؟ انسانش که یکیه، اصلش هم که یکیه. یه جا جسم آوردی، یه جا موجود. یه جا از واژه وجود استفاده کردی، یه جا از واژه ماهیت. فلاسفه میگن ببین وقتی جمله ای رو از وجود استفاده میکنی انسان موجود است، یه پیام داری به مخاطب میدی. وقتی از ماهیت استفاده میکنی یه پیام دیگه ای داری به مخاطب میدی. یه مثال ساده تر میزنم، وقتی تو پشت یه مغازه ای زده مثلا پنیر موجود است، شیر موجود است، چه معنی میده؟ یعنی من دارم، اگه خواستی بیام من بگیر. ولی اگه پشت همون مغازه میسه پنیر دارای کلسیوم است، ماست دارای کلسیوم است، این چه معنایی به تو میده؟ اون معناش اینه که من همچین چیزی رو دارم، ولی این داره خواستش رو میگه، خاصیتش رو میگه. الزاماً میتونه بگی بری تو مغازه بگی نه من ندارم، من فقط نوشتم که تو اگه میخوای استفاده کنی بدونی. ببین فلاسفه میگن اگر وجود و ماهیت عین هم بودن، باید معانیشون هم عین هم میشد دیگه. یه جمله‌ای که تو ماهیت آوردی معنیش فرق داره، وجود آوردی معنیش فرق میکنه. این هم شد دلیل دوممون. اما دلیل سوم خوب دقت کن. فلاسفه چی میگن؟ فلاسفه میگن ببین دلیل اول رو با هم گفتیم، دلیل دوم هم گفتیم، دلیل سوم یه مقدار باید بیشتر دقت کنیم. خوب گوش کن. دلیل سوم فلاسفه میگن یه مقداری تحلیلی تر میشه. یعنی من واژگانی میخوام استفاده کنم، یه توضیحاتی میخوام بدم که شاید یه مقدار براتون عجیب باشه. فلاسفه میگن وقتی تو جمله میسازی میگی کتاب موجود است و وقتی جمله توضیح میگی کتاب جسم است، یا حالا مثلا مثالی کتابی بگم، انسان موجود است، انسان حیوان ناطق است، این دیگه بی درد سرترین و بدون اما اگر دیگه این جمله. وقتی تو جمله ای رو میگی انسان موجود است و میگی انسان حیوان ناطق است، خب یه دلیلش که بررسی کردیم، انسان موجود است یه معنی میده، انسان حیوان ناطق است یه معنی دیگه میده. خب اینو که بستیم گذاشیم کنار. الان دلیل سوم فلاسفه میگم وقتی تو میگی انسان موجود است، جمله تو از نظر تکنیکی و تحلیلی میشه جمله حمل شایع، یعنی جملات به قول خودمون با صفات درجه دو. ولی وقتی میگه انسان حیوان ناطق است، مثلث شکل سه‌ضلعی است، میشه جملاتی با حمل ذاتی، یعنی صفت درجه یک، صفت عالی. وقتی تو به انسان حیوان ناطق بودن رو نسبت میدی، داری بهترین صفت انسان رو بهش نسبت میدی. ولی وقتی میگه انسان موجود است، داری وجود رو به انسان نسبت میدی. فلاسفه اومدن دسته‌بندی کردن، گفتن نسبت هایی که ما میدیم بعضیش درجه یک و عالیه، بعضیش درجه دوه. خیلی خودمونی دارم براتون توضیح میدم برای اینکه متوجه بشی.
وقتی تو میگی انسان حیوان ناطق است، جمله تو دارای صفت حیوان ناطقی که ویژگی اصلی انسانه، ولی وقتی میگی انسان موجود است، داری صفت موجود رو نسبت میگی که صفت درجه دوی انسانه. حالا چه اتفاقی میفته؟ صفات درجه یک رو که نسبت میدی میشه حمل ذاتی برای منطقدانا این دلیل رو داره که نیازی به ارائه دلیل نیست. یعنی اگه کسی الان بپرسه چرا انسان حیوان ناطقه، فلاسفه میگن دلیلی نداریم چون ویژگی اصلیشه. چرا مثلث شکل سزلیه؟ فلاسفه میگه ما دلیلی نداریم، این صفت ذاتیشه. ولی جملاتی که حمل شایع صناعی ان، یعنی جملاتی که با صفات درجه دو جمله بندی شده، مثل انسان موجود است، یا حتی مثل انسان شاعر است، انسان قد بلند است، اینا جملاتی ان که با ویژگی های درجه دو جمله سازی شدن. اینجاست که فلاسفه میگن اینا جملات حمل شایع صناعی، جملاتی ان که نیاز به ارائه دلیل دارند. پس ببین خود این یه اختلافه. وقتی تو جمله رو با ماهیت اصلی جمله سازی کردی، با ماهیت شد حمل ذاتی، ولی وقتی با ذاتیاتش، ولی وقتی با وجود جمله سازی کردی شد حمل شایع صناعی. یکی رفت تو این لاین، یکی رفت تو این لاین. چه ویژگی بهتر از این که ثابت میکنه این دوتا فازشون با هم فرق میکنه؟ خوب همراه شو. یه دلیل آوردم گفتم آقا تخیلات نشون دهنده اینه که وجود و ماهیت با هم دیگه مغایرت دارن، چون تو تونستی تو ذهنت به چیزی ماهیت بدی ولی وجود ندی. دلیل دوم اینه که وقتی تو جمله‌ای رو با وجود جمله سازی می‌کنی، در واقع یه معنی میده. وقتی با ماهیت جمله سازی می‌کنی یه معنی دیگه میده. وقتی معنی جملات فرق می‌کنه، یعنی فازشون فرق می‌کنه، رابطهشون فرق میکنه، ارتباطشون فرق میکنه. دلیل سوم که یه مقدار فلسفی تر بود، میگه وقتی تو جمله‌ای رو با وجود جمله سازی میکنی، میره تو دسته حمل شایع صناعی، میره تو دسته جملات درجه دو، ولی وقتی با ذاتیاتش که همون ماهیته، خب داری با صفات اصلیش، با ماهیت اصلیش جمله سازی میکنی، میره تو دسته حمل ذاتی. پس عملا این سه تا دلیل به طرق مختلف داره ثابت میکنه که وجود و ماهیت در عالم ذهن با هم مغایرت دارن. اگر در عالم بیرون بهت مهلت دادم یه روز، دو روز، ده روز وقت داری بری بررسی کنی و وجود و ماهیت ببینی در عالم عین و بیرون مغایرت و جدایی ندارن، الان میبینیم که به سه دلیل که کتاب بیشتر رو این دلیل سوم مانو داده، ولی اونا تو دلش هست، باید بدونیم وقتی میخوایم مسلط بشیم، ثابت میکنه که وجود و ماهیت در ذهن اتفاقا با هم مغایرت دارن. الان این بحث رو بستیم، میخوایم بریم وارد یه بررسی تحلیلی تاریخی بکنیم، ببینیم کیا موافق بودن، کیا مخالف بودن و کجا تونستن ازش استفاده کنم و چه کاربردهایی داشته. تا اینجا رو ببندیم بریم روی گذر تاریخیش. خب بچه ها بریم برای مطلب آخر درس گذر تاریخی، یعنی نگاهی بندازیم به اینکه ببینیم فلاسفه داستانشون نسبت به این بحث مغایرت وجود و ماهیت چی بوده. اینو با هم اوکی کردیم، گفتیم مغایرت هستی و چیستی هم گفتیم، دلایل مغایرت هم گفتیم، حالا میخوایم بریم رو گذر تاریخی. گذر تاریخی این بحث شاید بیشتر، شاید فارابی هم یه چیزایی گفته باشه، یه کارایی کرده باشه، ولی اساس کار ابن سینا بوده. توجهی که ابن سینا به این موضوع کرد باعث شد این موضوع بولد بشه برای غربی‌ها، برای فلاسفه خودمون با جای بحث بشه و نکات جدیدی بهش اضافه بشه. خوب دقت کن، ابن سینا این بحث رو باز کرد و روش تحقیقات خاصی کرد و همین امر باعث شد که فلاسفه غربی مثل مخصوصا توماس آکویناس خیلی ارتباط بگیره به این بحث و اینو یه جورایی ببره تو کشورهای غربی و ازش استفاده بکنه و کتابم معتقد بود که باعث مناقشاتی هم حتی شد، یعنی باعث یه بحث ها بالاخره یه مسائل تو مغرب زمین شد، ولی بحثی بود که تونست جذابیت های خودش رو ایجاد کنه ذهن برخی فلاسفه مثل توماس آکویناس که یه فیلسوف قدر در واقع اون زمان غربی بود که یه اقدامات خیلی خاصه برای فلسفه و برای در واقع دین و همراهی اینا با هم دیگه انجام داده، حالا خیلی نمیخوام واردش بشم، ولی به هر طریق فیلسوفی بود که در اون زمان اهمیت بالایی داشت. این دیدگاهی که ابن سینا روی زوم کرد و مطرحش کرد و وارد مبانی اساسی شد، تونست
راهش رو باز کنه تو کشورهای غربی. یعنی مطلبی بود که تونه ذهن فلاسفه غربی من جمله مثلا توماس آکویناس و در ادامه برخی فلاسفه دیگر هم به خودش درگیر کنه. نه تنها این، فلاسفه اسلامی اقداماتشون باعث شد که اصلا غربی ها با دیدگاه های ارسطو آشنا بشن. یه جورای خودمونی شاید فلاسفه اروپایی بیشتر رفته بودن سمت مثلا افلاطون و افلوتین و شخصیت های اینچنینی. ارسطو تقریبا کمرنگ شده بود تو فلسفه غرب. کتاب های ابن سینا و شخصیت دیگه مثل ابن رشد و ترجمهش توی مغرب زمین باعث شد که اونها مجدداً آشنا بشن با دیدگاه ارسطو و دوباره مطالب ارسطو تو مغرب زمین هم مطرح بشه. یعنی عملاً توی بخش گذر تاریخی ما داریم بررسی میکنیم که آقا ابن سینا و فارابی، مخصوصاً گفتیم ابن سینا، کاری که توی بحث مغایرت وجود و ماهیت انجام دادن نه تنها تو کشورهای اسلامی تأثیر گذاشت، فلاسفه غربی مثل توماس آکوینوس که یه وزنه خیلی محکمی تو فلسفه غرب بود هم این بحث رو پسندید، گرفت. حتی تو بحث خداشناسیش توماس آکوینوس میگه من تو بحث خداشناسیم هم از این موضوع و از این جریان فلسفی و از این بحث فلسفی مغایرت وجود و ماهیت استفاده کردم. و چه اتفاق دیگه افتاد؟ این بود که ترجمه کتاب‌های فلاسفه اسلامی اصلا جریان عقلی غرب و استفاده از نظرات ارسطو تأثیر گذاشت و باعث شد اونا مجدداً با دیدگاه‌های ارسطو آشنا بشن. پس عملاً درس یک ما اومدیم در واقع بحث هستی و چیستی معنیشو کار کردیم. در 3-4 قدم، قدم اول اصلا فهمیدیم وجود و ماهیت رو، در واقع معنیشو فهمیدیم و اصل واقعیتی هست و وجود رو پذیرفتیم. قدم دوم با این چیست و آن چیست ماهیت ها رو فهمیدیم. در قدم 3 و 4 به بحث این که چرا وجود و ماهیت در عالم بیرون مغایرت جدایی ندارن و چرا در عالم ذهن مغایرت دارن پرداختیم. و در نهایت هم در گذر تاریخی اومدیم بررسی کردیم که در واقع ابن سینا چه نقشی داشته و تونست این موضوع رو به غرب هم منتقل کنه و توماس آکویناس اینو استفاده کرد تا حدوداً قرنای 16 که دیگه تجربه گراها کارو هنوز نگرفته بودن دستشون، این بس طرفدار داشت و جذابیت‌های خودش رو تو غرب داشت، ولی کم کم دیگه قرن 16 بنا به اون دغدغه درگیری‌های عقل‌گرا و تجربه‌گرا یه مقدار این بس کمرنگ شد تو غرب و اون جذابیت‌هاشو مثل اوایل که داشت یه مقدار از دست داد. این قرنش هم بسیار مهمه. حالا ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ حالا الان میخوایم با هم دیگه بریم سراغ کنکاش از متن. جزوه جلوتون باشه، کاغذ قلم جلوتون باشه، میخوایم تک تک کلمات رو با هم دیگه بررسی کنیم و بدونیم چه کلماتی مهمن. متن رو با هم یه بررسی کنیم که زمینه کارمون بشه، دیگه هیچ نکته ناگفته باقی نمونه. همراه بشید، بریم با هم، قلم و خودکار بیارید، کتاب و جزوه هم جلوتون باشه، بریم با هم دیگه برای کنکاش از متن. خب بچه ها مطالب رو که گفتیم، الان قرار شد با هم بریم کنکاش از متن که قدم دوم جمع‌بندی درس رو با هم دیگه داشته باشیم. بریم با هم دیگه تک تک کلمات رو با هم دیگه بررسی کنیم و مرور کنیم. خب این تیتر چارچوب کلی درس که قرار شد یه ذهنیت کاملی به ما بده. بریم رو کلمات. ببین گام 1 و 2، گام 1مون شناخت وجود بود، وجود شناسی بود، اصل واقعیتی هست. گام 2مون بررسی ماهیت ها بود، شناخت چیستی. نمیشه با کلمه این و آن میریم به سمت شناخت چیستی و میگه با این چیست و آن چیست پی به وجود ماهیت میبریم و در نتیجه به این میرسیم که هر چیزی که مشاهده میکنیم دارای دو حیثیته. دو حیثیت درسته، دو جنبه درسته، ولی دو جزء غلطه. وجود و ماهیت دو جزء نیستن. دقت کن، دو حیثیت پیدا میکنه. و نوشتیم در نهایت وجود و چه مشترک، ماهیت و چه اختصاصی. بله، وجود الان انسان، کتاب، دیوار، لباس همه در وجود مشترکن، ولی یکی ماهیتش انسانه، یکی دیواره، یا خیلی منطقی تر بگیم یکی جسم نامیه، یکی جسم غیر نامی، از هر زاویه بخوایم نگاه کنیم. برای همین وجود من و میز و دیوار و لباس مشترکه، همه ما وجود داریم، ولی ماهیت هامون مختلف.
قدم سوم نوشتیم فارابی توجه ویژه به این بحث کرد، هرچند که اساس کار رو ابن سینا آورد جلو، ریشه یابیش رو ابن سینا کرد، ولی توجه ویژه فارابی باعث شد موتور این بحث یه مقدار روشن بشه و یه صحبتهایی در این خصوص کرد. ابن سینا اونو ادامه داد و گفت اینا دو جنبه یک چیز هستند، دو جنبه، دو جز غلطه، دو جنبه درسته، دو حیثیت درسته، ولی دو جز غلطه. اینجا هم تاکید کرد نه دو جز، نه اینکه دو جز باشن، دو جز مال شیمیه، میگیم آقا آب از اکسیژن و هیدروژن، این دو جز آبه. تو فلسفه تو بحث ریشه، چون این بحث ذهنی، اینا دو جنبن، دو تا تحلیلن. نمیشیم از نظر علم شیمی آب دو جزء داره، هیدروژن و اکسیژن، ولی تو فلسفه ما از این زاویه نگاه نمیکنیم، ما جنبه های مفاهیم و موجودات رو نگاه میکنیم. وقتی رو مباحثی نمیشیم مثل انسان، میز، فرشته، دیو، سیمرغ و انواع کلماتی که باهاش مواجه میشیم، مفاهیمی که باهاش مواجه میشیم، میگیم اینا قضایای فلسفی نیستن، مسائل روزمره، ولی وقتی وارد بحث وجودشون، وارد بحث ماهیتشون میشیم، اونجاست که تبیینی فلسفی دارن. وقتی من دارم از فرشته صحبت میکنم، از دیو صحبت میکنم، از انسان، از کتاب، از دیوار، اینا مفاهیم روزمره، ولی وقتی وارد بحث وجودشون میشیم، وارد بحث ماهیتشون میشیم، وارد جریان تبیینشون میشن، اون موقع است که دیگه داریم با یه نگاه فلسفی، تبیینی فلسفی از توش میکشیم بیرون. این دوتا نکته رو حواست باش. ابن سینا برای بحث مقایرت وجود و ماهیت دلایلی ذکر کرد. سه تا دلیل من از دلش کشیدم بیرون. یه دلیل اصلی بود که کتاب رو اون مانوف داده، نوشته وقتی تو میگی انسان حیوان ناطق است، با وقتی میگی انسان موجود است، حمل وجود با حمل حیوان ناطق فرق داره. حمل وجود میره تو دسته جملات شایع صناعی، انسان موجود است میره تو دسته جملات درجه دو، جملات حمل شایع صناعی. ولی وقتی میگیم انسان حیوان ناطق است، یا انسان ناطق است، یا انسان حیوان است، حالا دیگه این دیگه کامل ترینشه، ولی چه بگیم انسان حیوان است حتی و انسان ناطق است، تو داری با مفاهیم اساسی و ذاتی برای انسان جمله میسازی، پس میره تو دسته جملات حمل ذاتی که دو تا فاز جدا میشه، جملات حمل شایع صناعی که این باشه نیاز به ارائه دلیل دارد، ولی جملاتی که حمل ذاتی باشه نیاز به ارائه دلیل نداره. اینو داره توضیح میده، میگه این جمله با این جمله متفاوته، در تعریف انسان حیوان ناطق است این دو مفهوم جدایی ناپذیرن و لفظ انسان برای حیوان ناطق به کار میره. یعنی انگار اومدی همونو با یه ادبیات دیگه، چون انسان همون حیوان ناطقه، حیوان ناطق همون انسانه، مثلث همون شکل سزلیه، شکل سزلی همون مثلثه، برای مثلث هم همین تکرار میشه، که تفاوتشون صرفاً در گستردگیشونه. انسان یک کلمه است، حیوان ناطق دو کلمه است، ولی معنی چیه؟ انسان با حیوان ناطق یه معنی میده، پس تفاوت تو گستردگی ماجراست. ولی اومدیم گفتیم لذا حمل حیوان ناطق بر انسان یک حمل ضروری است، حمل ذاتی است و به دلیل نیاز ندارد، اما مفهوم وجود از انسان جداست و جزء تعریف انسان نیست و بین انسان که چیستیه و وجود که هستیه، وقتی جمله میسازه میگه انسان موجود است، رابطه ضروری شکل نمیگیره، میره تو دسته جملات درجه دو، میره تو دسته جملات حمل شایع صناعی، برقرار نیست، لذا انسان میتونه باشه یا نباشه و حمل وجود بر چیستی، یعنی وجود رو به انسان نسبت بدی، وجود به میز نسبت بدی، نیازمند دلیل است. ببین پس این جمله نوشتیم نیاز به دلیل نداره، ولی برای این جمله نوشتیم نیاز به دلیل دارد. پس ببین این مهمترین دلیل، یعنی یکی فازش این وره، یکی فازش این وره، پس خود این تابلو ترین دلیلیه که نشون میده وجود و ماهیت نیاز به در واقع با هم هماهنگی ندارن در ذهن، که ما بهش میگیم مغایرت، زیادت، تفکیک. چرا؟ دلیلش اینه، مهمترین دلیلش اینه. اینجا من اومدم یه دو تا نکته تکمیلی هم گفتم تو کنکاش از من توش مانو بدیم. اگر مفهوم وجود عین ماهیت یا جزء آن بود، ما الان داریم زور میزنیم تو این درس ثابت کنیم وجود و ماهیت با هم مغایرت دارن، عین هم نیستن، جزء هم نیستن، وجود یه فازه در ذهن، ماهیت یه فازه. میگه فرض کن همه اینا به هم بخوره، همه این حرفایی که من زدم اشتباه بوده، فرض کن
اینا یکی باشن، امروز قانون بیاد فلاسفه به یه اجماعی برسن وجود و ماهیت عین همن، دیگه مغایرت نداره، میگه چه اتفاقی میفته؟ دیگر وجود و ماهیت نیازمند ارائه دلیل‌های متفاوت نبود. اینجا من دارم میگم این دلیل میخواد، این دلیل نمیخواد. چرا؟ چون امروز دارم میگم اینا مغایرت دارن. اگر قانون عوض بشه، میگه اگر، نگفته این هست، میگه اگر این اتفاق بیفته دیگه این دلیل‌های متفاوت نمیخواد، دیگه این از بین میره. و ضمناً هر امر تخیلی به محض تصور ماهیت میبایست موجود میشد. یادتونه من دلیل اول چی گفتم؟ گفتم اولین دلیلی که من برای مغایرت وجود ماهیت میگم اینه که تو میتونی دیو سیمرغ رو تخیل و تجسم کنی، یک کیسه پر از پول رو تجسم کنی، ولی الزاماً به وجود نیاد. خود اون یه دلیل بود برای اثبات این که میتونی یه چیزی ماهیت بهش داده بشه ولی وجود داده نشه. تا وقتی که وجود و ماهیت مغایرت داشته باشن. الان میگه فرض کن دیگه اینا مغایرت ندارن، چه اتفاقی میفته؟ پس دیگه چیزی به اسم تخیل نداریم. به محض اینکه چیزی رو تخیل کنی بلافاصله باید به وجود بیاد، یعنی دیگه امر تخیل آب میره. پس همین الان من یکی سیپور از پور رو تجسم میکنم، به وجود اومد؟ نه. پس میتونم همین الان بگم همچنان مغایرت وجود و ماهیت برقراره. چرا؟ چون همچنان من چیزی به اسم تخیل دارم. اگر وجود و ماهیت مغایرتشون از بین برود، عین هم بشوند، دیگه تخیل معنا نداره. ولی من همین لحظه تست کردم، اینم تخیل معنا داره. پس میگم همچنان قانون مغایرت وجود و ماهیت هست. معنی جمله‌ای که با وجود ساخته میشه با جمله‌ای که با ماهیت ساخته میشه متفاوته. این یادآوری نکته دوییه که من اضافه گفتم. کتاب یه دلیل گفته، ولی من دو تا دلیل تکمیلی که از دل این میاد بیرونم تو حاشیه برات گفتم، حواست باشه که از دستت نره. بریم به نکته بعدی. موضوع دانش فلسفه وجوده. میگی مطلق وجود، مطلق. اگه بگی وجود مطلق غلط میشه. موضوع فلسفه مطلق وجوده، چون وجود مطلق خداست. موضوع فلسفه نمیتونیم بگیم خداست، خدا هم هست ولی نمیتونیم بگیم فقط خداست. پس موضوع دانش فلسفه وجوده یا در واقع مطلق وجود، نگی وجود مطلقا. و فلسفه پیرامون وجود رو بررسی میکنه، لذا اصل دانش فلسفه رو وجود شناسی میگن. هر آنچه مرتبط با وجود و مسائل مرتبط با وجوده. حتی معرفت شناسی که درباره حقیقت علم و جریان در واقع هستی صحبت میکنه، بخشی از هستی شناسی به معنای عامه. اینو فلسفه 11 با هم دیگه مرور کردیم و دوباره مرور میکنیم که معرفت شناسی قبلا با هستی شناسی کاملا تو طیف فلسفه اولا بودن، تفکیکی نداشتن. ولی الان معرفت شناسی و هستی شناسی دو شاخه فلسفه اولا شدن. پس معرفت شناسی هم همچنان شاخه ای از فلسفه به معنای عامه، زیرا حقیقت علم جزئی از بحث وجوده. حقیقت و بنیان و اساس علم هم جزئی از بحث وجوده. باید یه علمی در واقع مواردش موجود بشن که ما بریم در موردشون صحبت کنیم، و این بنیان صحبتهاش، ریشه صحبتهاش دیگه میاد تو بحث فلسفه که مفصل توی درسایی با هم میبریم شلو. نکته قدم دوم. قدم دوم چی بود؟ قدم دوم بحث شناخت ماهیت بود. وقتی میگیم انسان موجود است، تفاوت انسان و وجود فقط در ذهنه. همون نکته‌ای که اول گفتم، در عالم عین ما مغایرتی نداریم، مغایرت در ذهن، وگرنه در خارج دو امر جداگانه وجود و انسان، حالا یا کلاً ماهیت‌ها نداریم. این دو مفهوم مختلفن، نه دو موجود جداگانه. بحث وجود و ماهیت مفهومه، بحث ذهنیه، نه اینکه یه دو جزء داشته باشیم، یه جزء وجود باشه یه جزء ماهیت. پس اینجا باز یادآوری این نکته است که آقا ما وجود و ماهیت دو جزء نیستن، دو جنبه هستن. و اینم خیلی دقت کن، بحث مغایرت پایه و مقدمات بحث اصالت وجوده. درسای جلوتر میگیم و خود فلاسفه هر جا میخوام وارد بحث و دعوا و کلکله اصالت وجود و ماهیت که یکی از مباحث خیلی مهمه، انشاءالله درسای جلوتر بهش میرسیم، میشن یکی از دغدغه‌هاشونه که اصلا تکلیف خودشونو با بحث مغایرت وجود و ماهیت برطرف کنن. گذر تاریخی همونی بود که گفتم، تأثیر فلاسفه اسلامی رو غربی‌ها و اصلا ماجراهای اون. بریم کلید واژه‌هاشو هم بررسی کنیم.
توجه خاص ابن سینا. ببین اونجا وقتی متن خوندیم اگه بخواد خیلی سوال ریزی بده، گفتم توجه ویژه رو چسبوندیم به فارابی، توجه خاص مال ابن سینا. بعضی اوقات رو این مفاهیم کار میکنن، یه خورده بازی میدن و بهتره که ما یه مقدار حواسمون بیشتر جمع باشه. اینجا داریم روی این تکیه میکنیم. توجه ویژه رو گفتیم برای فارابی، توجه خاص رو گفتیم برای ابن سینا. بحث وجود و ماهیت، عنوان مغایرت وجود و ماهیت و مواردی مشابه. مواردی مشابه چیه؟ میتونه مغایرت بگه، زیادت بگه و تفکیک هم بگه. هر کدوم از این سه تا واژه بگه مغایرت درسته، بگه زیادت درسته، بگه تفکیک هم درسته. حواست باشه. این نظر از پایه‌ها یکی از برهان‌های ابن سینا برای اثبات خدا به نام وجوب و امکانه. برهان وجوب و امکان ابن سینا توش از بحث مغایرت وجود و ماهیت استفاده شده. بحث وجوب و امکان و برهان خداشناسی مهم ابن سینا ریشتاً برمیگرده به بحث مغایرت. یعنی توش اول مغایرت وجود و تکلیف معلوم میشه، بعد وارد بحث خداشناسی میشه. توماس آکویناس از فلاسفه بزرگ اروپا هم که با ابن سینا آشنا بود، موجب مناقشاتی در اروپا شد. اینو برد تو غرب، گسترش شد و یه کلکلها و یه داستانهایی تو غرب شروع شد. خودش هم مثل ابن سینا که این تو برهان خداشناسیش از مغایرت استفاده کرد، توماس آکویناس هم از این بحث مغایرت تو بحث خداشناسی خودش استفاده کرد و پایه‌گذار مکتب توماسی یا تومیسم هم بوده که هنوزم ادامه داره. اینم که توماس آکویناسه که حالا چهره شما آشنا بشیم، نمیشیم قرن 13ه و اینجا اومدیم گفتیم تا قرن 16، این دو تا قرن یادت باشه، خودش 13ه بوده، تا قرن 16 در واقع این بحثو تونس ادامه بده و در واقع طرفدار داشت و بحث و جدل داشت، ولی گفتم بنا به دلیل 16 بعد یه مقدار افتاد رو سراشیبی. یه نکته دیگه هم که داریم نوشیم، فلاسفه غرب از طریق ابن سینا ابن رشد مجدداً با ارسطو آشنا شدن. گفته بودم بهتون توی متن، دوباره تکرار شده، ولی یه نکته دقت. اینجا که میگیم تا قرن 16 فلاسفه اروپایی، بعدش این بحث یه مقدار افت کرد، ولی توی اسلام اینجوری نیست. تو فلسفه اسلامی تا همین امروز هم با قدرت هست، تا همین امروز هم با قدرت سرش هنوز بحث میکنن، هنوز به زوایای مختلفش اشاره میکنن و هنوز رو اوجه. پس اینجا که گفتیم تا قرن 16 منظور اون فلاسفه اروپایی بوده، تو فلسفه اسلامی این ماجراها دیگه وجود نداره. اینم کنکاش از متن درس دوم. خوب دقت کن، یه جنبندی با هم بریم. بحث کلن بخش یک در مورد اینه که ما یه سری مبانی و اصطلاحات رو با هم یاد بگیریم. در قدم اول رفتیم رو اصطلاح وجود و ماهیت، ریختیم وسط، معنیشو کار کردیم، گامهاشو بررسی کردیم و دلیل آوردیم. اگر میگیم مغایرت دارن به چه دلایلی؟ سه تا دلیل گفتیم. اگر میگیم مغایرت ندارن در عالم بیرون به چه دلیلی؟ اونم دلیلشو مطرح کردیم. بعد اومدیم کنکاش از متنش هم انجام دادیم. الان میریم برای اینکه تستاش هم یه نگاه بندازیم که دیگه کامل پروژه درس یک رو با هم بسته باشیم، هیچ حرف و حدیثی دیگه نمونده باشه. خب بچه ها، درس رو که گفتیم، کنکاش از متنش هم کردیم، بریم با هم تستش رو مرور کنیم که چیزی از قلم نیفته. میگه اگر مفهوم وجود جزئی از مفهوم ماهیت بود. خوب دقت کن. ما کل درس با هم صحبت کردیم، گفتیم مفهوم وجود و ماهیت مغایرت دارن. میگه فرض کن مغایرت از بین رفته. خب از گزینه دو شروع میکنم که بررسی کنیم. میگه اگر وجود و ماهیت عین هم باشن، حمل وجود بر ماهیت نیازمند دلیل بود. خیر، این مال موقعی که مغایرت داشته باشن. کل درس گفتیم چون مغایرت دارن، وقتی وجود و به ماهیت نسبت دیدی نیازمند دلیل است، که حمل شایع صنایع بود دیگه. پس حمل وجود بر ماهیت نیازمند دلیل است مال موقعی که مغایرت داریم. اینجا داره تاکید میکنه که ما مغایرت نداریم، پس غلط میشه. سه، میگه حمل وجود بر ماهیت ممکن نبود. چرا ممکن نیست؟ چرا ممکن؟ چه موقعی که مغایرت داریم، چه موقعی که مغایرت نداریم، تو میتونی که در واقع با
وجود و ماهیت با هم جمله بسازی، بگی میز موجود است، دیوار موجود است. اصلا جمله سازی اینا ربطی به اینکه بخوایم ما بگیم ربطی به مغایرتشون داره نیست.